سلام، پویا گودرزی هستم. اینجا چنل یوتیوب من، در کنار حامد عزیز. حامد، قراره چیکار کنیم امروز؟ قراره بریم قدیمی ترین پیتزا فروشی تهران. درست گفتم؟ به به. میدونید کجاست یا نه؟ قراره بریم قدیمی ترین پیتزا فروشی چرس. قراره بریم قدیمی ترین پیتزا فروشی تهران و اونجا یه پیتزا با هم بزنیم و صفا کنیم. صفا کنیم. بریم. خب، اینجا خیابونه. اوفل شاتو ساده آبود. اینم خیابونه لولایر. اینم ساده آبود. آه، خیابونه رو فلوشار تو های گوشه لولایر پیتزا ده آبود. و اینم آمده عزیز که شما دلیل خنده ما رو نمیدین، ولی ما دلیل خنده خودمون رو میدونیم. آقا چی شد که خنده؟ میگه که خیابون نوفل و شاتو سر لولاگر پیتزا محمود. یا خوبه برای تبلیغ نیومدی؟ یه ساندویچ محمود هم داریم توی بغل، برای چه شیرینیه. آقا داوود بنده خدا تنش تو قبل نلرد رو شا. واقعا جای مشیه، با صفاه. خیلی با صفاست. الان گوشی اونو میزنه. تا یه اتفاق نیفتاده بریم از داخل برات یه ویدیو بذاریم، سفارش بگیریم و سفارش بذاریم. سفارش بگیریم. سفارش اونا میگیره. آره. سفارش بذاریم و پیتزا رو بگیریم و نوشی جان کنیم. حامد جان. بریم. خب بریم داخل و هم ببینیم. چون بعد بگن از طرقه هم بگن از انبار بیان دفتن. قربونه خدا. همین جزونا میان اینجا بخورن؟ اینجا قبل اینکه غذاتون آماده بشه بهتون آمد جان جامبون میده، یه دل سیر جامبون میده. من دیگه حرف نمیزنم، دوستان دارن توضیح میدن. بهش بگی علی چرخی میشناسه. بهش بگو علی چرخی معاون جابری رو برو. خب همینطور که میبینید تاسیس اینجاست کیه؟ مهمان 1340. بعد شده توی این مدت اینجا کسی پیتزا فروشی بزنه و جمع کنه یا نه؟ توی این محدوده؟ نه نشده. نه نه. ممنون. این ظرفه یه توضیح راجع به این ظرف هم به من میدید؟ خدا بیامور خودش بود. بله. یکی بود همشه شکلات داشت. هر مشتری که میدی دوتا ستا بهشون میدم. دیگه ما حالا فعلا دیگه داریم باشه ادامه. این هم ظرف شکلاته. خدا رحمتش کنه. خدا رحمتش کنه. خدا بوده. آقا دستتون درد نکنه. واقعا فوق‌العاده بود. فوق‌العاده بود. لذت بردم. ممنونم. چاکری. چای نم پیتزایی. مرسی. حامد جان. قوت رو دیدم یه ذره اذیت شدم. خب یه چیز جالبی که داره این ژامبوناست. یه توضیح راجع به این ژامبونا میدید اصلا؟ اول هم پیش خزن میداد. من دیگه مشتری پیزا شاز بشه میداد که مشغول باشه فقط داشت حاضر شه. واقعا یه حجم زیادی ژامبون بهتون میدن اینجا که اصلا بعید میدونم به پیتزا وقت کنید برسید. خب بچه شما یه توضیح به من میدیم؟ من از اون بودم باید برم یه بیغوله کنم. بگیر بگیر اینا رو بگیر. به نظرم اسمیرا رو بگیر.
واقعا مغازه پر از خاطره. همه یادگاری مشتری هست. همه یادگاری مشتری هست. هر کی چیزی آورده، یکی عکس بچه‌ش آورده. نه اون کوچولو بود. آها اون بالا. لطفا خالی نمند. آفرین. عکس بچه‌ش آورده. هر کی خالی ببنده. خب. یه زنگی هر که من میذارم میگه آقا خالی نه. پس اومدید اینجا خالی هم نبندید لطفا. یادگاری هایی جالبه آمان جان، ولی درگیر اون دوستی شدم که عکس بچه شو یادگاری لطفا خالی نبندید. پلنگ چیه؟ خب بریم دیگه. خب بچه ها، شاید باورتون نشه تقریبا 3 ساعت اینجا وایسادیم که این حیوان از زیر موتور بلند نشه، چون موتور منه دیگه. و با حیوان ها مهربون باشید. بلند میشیم میخواییم بریم. ما دیگه غذامونو خوردیم. خب همه جان، نظر راجع به پیتزا چی بود؟ درجه 1 عالی، فوق العاده، نمبر 1. غیر از اینکه پیتزا ببین عجیب سیر میکنه. اگه دور بود چی که من گفتم اول دو تا بگیریم، ولی اون یه دونه داره میکشه. آفرین، اون یه دونه منو حامد داره میکشه، چون یه دونه تالاری داره میاد بودی بگیر اون بعدو ببین. ببخشید. اصل حیوان عجیبی است. شاید باورتون نشه، اول میخواستیم دو تا بگیریم ولی یه دونه گرفتیم، چون پیشغذا هم میده به شما. پیشغذا هم میده شما. اگه دو نفر اومدید، حتی خانوم اگه اومدید، 3 نفر اومدید، به نظرم یه دونه بگیرید. چون ما دوتا که بخوری، ما درسته؟ بخور یعنی بیفتیم بله میگوریم. یه دونه کافی میبود با پیش غذاش. خیلی هم غذای ببین نوستالژی بود دیگه، مزه پیتزا قدیمی ها رو میده واقعا. اگر هوا چقدر گرم شده، آفنی طولانیش داریم. آره دمتون گرم که ما رو دیدین. دوستتون دارم، پس یادتون نره دیگه. بلاک بشه 10 دقیقه. پس یادتون نره دیگه. چی شو؟ خیابون نوفل و شاتو، خیابون لولاگر، انتهای لولاگر، پیتزا داوود. بعد یه چیز جالبی هم که بود، حالا تو ویدیو من آخر ویدیو بهتون بگم، اون چیزایی که دور مغازه من ویدیو گرفتم واسهتون، اونا همه خاطراتی بود که، یعنی یادگاریایی بود که مشتری‌ها گذاشته بودن اینجا. هر کی یه چیزی گذاشته بود. حتی یه نفر حامد یادگاری چی گذاشته بود؟ عکس بچه‌شو یادگاری گذاشته بود. حتی شده یک خود بچه‌شو یادگاری گذاشته. اینجوریه اینجا. خیلی مخلصم، دوستتون دارم. لایک و کامنت و ساب یادتون نره. خلاصه حمایت کنید دیگه، بهتر کنید.